تو که میدونی انیس چقدر احساسیه. اگه یه چیزی رو بخواد باید انجامش بده. اون از روز اول راضی نبود زهره بره دانشگاه و درس بخونه. تو نباید به حرفای اون گوش بدی و جلوی تحصیل زهره رو بگیری. تو خودت هم خوب میدونی کدوم حرف انیس رو باید گوش بدم و کدوم رو نه. نمیخواد خیلی ذهنتو درگیر کنی. به نظرم تا الان هرچی درس خونده کافیه و دیگه باید ازدواج کنه. این دفعه بیاد نمیذارم برگرده، خودم شوهرش میدم. باید این قضیه رو هرچه سریتر تمومش کنیم. ولی آقا مگه همینجوری میشه ازدواج کرد؟ دختر من تحصیل کرده است، باید یه خواستگار همسطحش باشه دیگه، نه؟ نمیخواد قصه بخوری عزیز دلم. من تصمیم خودم رو گرفتم، تو فقط آماده شو، خواستگار پیدا میشه. ببین زهره، منم نمیخوام این کارو کنم، ولی تا جایی که من خانوادتو شناختم اونا هیچ وقت به ازدواج ما راضی نمیشن. بعدشم ما فقط یه راه برامون مونده. اگه ازدواج محضری کنیم نمیتونن هیچ کاری کنن. بعد عقد من باهات میام خونتون، دیگه اونا مجبور میشن ازدواج رو قبول کنن. فکر میکنم هنوز خانوادم رو نشناختی. من دختر پیر داوودم، کسی که با یه اشارش هزاران نفر حاضرن جونشون رو هم بدن. هیچ کس حتی فکرش هم نمی کنه که حرف بابامو رد کنه. مجید، من نمیخوام بابا یابرو دارم و صرف کنده کنم. من میخوام راضیش کنم، میخوام دلشو نرم کنم. حالا اگه قبول نکرد چی؟ تو که میدونی بدون تو نمیتونم. من میمیرم زهره، لطفا قبول کن دیگه، ما محضریش کنیم. مجید اینطوری که نمیشه، شرایطمو درک کن. تو درک نمی کنی. من فقط دارم میگم عقد، اگه ما عقد کنیم اونا دیگه به زور نمیتونن شوهرت بدن. حرف منو بفهم دیگه. زهره، من ازت مراقبت میکنم، میتونی به هم اعتماد کنی. کانال ما رو سابسکرایب کنید، حمایت شما به ما روحیه میده.